نگاهی به کار یک طراح داخلی در نیویورک. So in a way we are returning to our common roots. میزی که آشکارا مقطع یک درخت تو خالی است. تخت خوابی از کنده عظیم یک درخت باستانی و طرح برای اساسیه سنگین دیگر مثل این قطعه از یک درخت که تبدیل شده به میز قهوه خوری یا مبل‌های سنگین آن طرف، همه از چوب‌های متروک و بلا استفاده و دور انداخته شده ساخته شدند که برای مردم بومی حتی به کار سوزاندن هم نمی‌آیند. So here we have salvaged slabs. You can see that this has been excavated from under the sea. فعال محیط زیست و طراح دکوراسیون داخلی و اساسی منزل تاکر رابینز میگوید تخته‌های عظیم بازیافته از کنده‌هایی هستند که غواصان سریلانکایی آنها را از زیر آب به کمک فیل و ریسمان بیرون کشیدند و در کارگاه او اینها به میزهای نهارخوری فاخر و زیبا تبدیل می‌شوند. جستجو در سفر به آسیا و آفریقا برای تنه‌های عظیم درختان بخشی از داستانی است که در میزها و تخت‌ها و سایر اساسیه تاکر رابینز نهفته است. قطعات بازیافته از درختان مرده آفریقا، جنوب آمریکا و آسیا به این کارگاه در نیویورک مهاجرت می‌کنند تا برای زندگی جدید آماده شوند. What you see here is salvage from around the world. We have earth turners from Luzon, Philippines. تاکر رابینز میگوید آنچه اینجا می‌بینید بازیافته است از سراسر دنیا. خاکورزی از فیلیپین، قایق از سریلانکا، ستون خانه از هند، تخته از سریلانکا، کامرون و فیلیپین که اینجا نگهداری می‌شوند تا با هوای شمالی نیویورک آموخته شوند و به میزصندلی‌های سنگین تبدیل شوند. So that we can then prepare them for these massive furniture. به این ترتیب محور طرح‌های تاکر رابینز بازیافت دستمایه‌های مصرف شده است تقریباً با کمترین دخل و تصرف. This is the storage of salvage architectural elements. تاکر رابینز میگوید علاوه بر درخت‌های طبیعت، عناصر معماری بازیافته شده از ساختمان‌های چوبی و قدیمی اینجا می‌آیند که خشک شوند. It's a great passion for me. I love this appreciation of the material. دستمایه‌های بازیافته وقتی در کارهای تاکر رابینز به اشیای نوین برای زندگی امروز تبدیل شوند، تاریخچه‌های خود از طبیعت، قبیله و خانواده و قرن‌ها را از سرزمین‌های دوردست به میان ساکنان شهرهای مدرن و امروزی می‌برند. They're hand-hewn, these pores, and they have symbology of the families and shamanistic forms of energy and sacred energy. رابینز میگوید کنده کاری های روی هر تخته یا چوب نمادی است از یک خانواده، علائم جادویی انرژی. او میگوید هر زخم و نشان روی چوب قصه گذر عمر است برای یک خانواده خاص. Yeah, to be passed from one generation to the next with markings that are made by each generation. Of course, Americans want everything pristine. They forget that wood is a record of what has happened. تاکر رابینز میگوید چوب از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود با نقش و نشان هر نسل. او میگوید آمریکایی‌ها همه چیز را شسته و رفته می‌خواهند و یادشان رفته که چوب تاریخچه اتفاقات گذشته است. او میگوید خوشحالیش در این است که نقش قصه‌گوی اساسیه و اسباب منزل را به آمریکایی‌ها یادآور شود. Then of course that leads back to Smackawaka. رابینز میگوید و این ما را میآورد سر این مجسمه های اسناکاواکا که هر کدام از یک شاخه درخت ساخته شدند با گوی هایی که انگار روی هم سوار شدند و تصوری از توازن در ذهن ما ایجاد میکنند. So we're taking technology from Africa. او میگوید تکنولوژی آفریقا را میگیرد و اون را با تفکر غربی مخلوط میکند تا بیننده را سردرگم کند. میزها و وسایل دیگر زندگی که تاکر رابینز طراحی می‌کند ضمن آنکه ریشه ارگانیک طبیعی و باستانی دارند ولی یادآور خطوط ساده طراحی مدرن هستند. How did you get this modern sensibility out of these ancient cultures? I think that many modern shapes and forms have always been there to be mined. Look at the pyramids of Egypt. They're elemental. تا
تاکر رابینز میگوید خیلی از اشکال مدرن همیشه وجود داشتند، ازلی هستند، مثل اهرام مصر، ساده و طبیعی. از دید او طراحی مدرن درباره ویراستن است از پیرایه‌هایی که در طول قرن‌ها در فرهنگ ما روی هم جمع شده و به نوعی بازگشت است به ریشه‌های مشترک انسان‌ها. So in a way we are returning to our common roots. فلسفه بازیافت که تاکر آن را در طراحی داخلی به کار می‌گیرد، ملهم از فلسفه دین بودایی است که از گزند رساندن به محیط زیست می‌پرهیزد و به چرخه تولد معتقد است، به معنی بازگشت‌های چند باره به جهان. تاکر قبل از پرداختن به طراحی داخلی 10 سال به عنوان یک راهب بودایی به نیایش و آموزش مشغول بود. First of all, to be a monk is to know oneself. And once you know, once I had come to know that place within me, it was about making things real, making things practical. تاکر میگوید یک کاهن بودایی قبل از هر چیز باید خود را بشناسد و او وقتی در درون خود به خودشناسی رسید تصمیم گرفت که از گوشه خلوت بیرون بیاید و در میان راه‌های بودن با مردم چوب را مناسب ترین یافت، زیرا دستمایه است مشترک میان همه و میگوید خودش هم عاشق درخت است. در دستمایه‌های بازیافته تاکر رابینز زیبایی را در کاستی‌ها و شکل‌های غیر متعارف جستجو می‌کند. There's nothing more beautiful than the tree itself, nature, the shapes of the trees, the shape of our natural environment. تاکر رابینز میگوید از خود درخت چیزی زیباتر نیست و هدف او آوردن زیبایی طبیعی به درون خانه هاست و شناختن ناصافی و درهم برهمی آن، بی‌نظمی آن، برای اینکه خود او هم همانطور است و هیچ کس همیشه کاملا صاف و کامل و شفاف و منظم نیست. طرح‌های تاکر رابینز، میزهای نهارخوری با ابعاد غیرعادی، چارپای‌های سنگین از کنده درختان و اشیای دیگر از جمله این قطعات آسیاب نیشکر، همه از چوب بازیافته ساخته شدند و می‌خواهند دیدگاه قبیله‌ای و باستانی نسبت به اصالت طبیعت را به داخل ساختمان‌های پیشرفته و شیک نیویورک بیاورند. So within nature there is harmony, there is beauty. تاکر رابینز میگوید در خود طبیعت دنبال زیبایی و هماهنگی میگردد و سعیش این است که به جای طراحی در مغزش طرح‌های طبیعی در درون دستمایه‌ها را تشخیص دهد و بشناساند. خب بهنام، مرسی از این گزارش. tuckerrobbins.com فراموش نکنید، دمت گرم، واقعا خیلی خوب بود.